روایت دیگر داریم، من مفصل یه تیکش رو میخونم، صلات اللیل، فرمود نماز شب آثارش یک ایناست، خلق انسان رو نیکو میکنه. اینایی که بدخلقن، عصبانیان، یکی از راه‌های خوشخلقی تو روایات داریم نماز شبه. نماز شب خلق انسان رو خوش میکنه، نماز شب رزق انسان رو زیاد میکنه، نماز شب هم و غم و افسردگی رو تذهب و بلهم تجلو بالبصر او البصر، چشم انسان رو بینا میکنه، حق بین میکنه، حکمت به انسان میده، فهم به انسان میده، درک به انسان میده. اینا همه اثر بلند شدن تو دل شب است. خب ببینید چقدر زیبا. حالا وای بر اون کسی که نه نماز شب، گاهی نماز صبحش هم قضا بشه، توجه نکنه، نماز صبح رو هم به بی‌دقتی کنه. این کم لطفیه نسبت به این نعمت‌های الهی است که خدا به او داده است. عزیزان من، ببینید شما چقدر تو قرآن کریم، خوندم آیاتشو، تأکید بر این مسئله استغفار در دل شب، عبادت در دل شب، سجده در دل شب، در روایات ما چقدر تأکید شده است بر این مسئله. این یکی از صفات بندگان خوب خداست، والذین یبیتون لربهم سجدن و قیام. خب صفت چهارم، خوب دقت کنید این چهارمی رو، اینایی که تو دل شب بلند میشن، نماز میخونن، سجده میکنن، متواضع هم هستن، حلیم و بردبار هم هستن، صفت چهارمشون اینه، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اینا ترس از جهنم هم دارن. یعنی چی؟ یعنی غرور نمیگیرتش. به قول اون بنده خدا میگم نماز شب میخونم، این نگاه میکردم به آسمون، ببینم جبرئیلی، فرشته ای، چیزی الان بر من نازل نمیشه. نه آقا، غرور نمیگیرتش. نه تنها، خیلی جالب است، بعد از مسئله بیداری شب، بعد از عبادت شبانه میفرماید حرفشون اینه، میگن خدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، خدایا عذاب جهنم از ما دور کن، ان عذابها کان غراما، عذاب جهنم سنگینه، قابل تحمل نیست. برادران من، خواهران من، برای جهنم تو قرآن اسامی اومده، 77 مرتبه اونی که به ذهنمه کلمه جهنم تو قرآن آمده. جهنم در لغت به معنای آتش ژرف و عمیق، گاهی میگه حطمه و ما ادراک ما الحطمه، گاهی میگه سقر، سقر یعنی آتش با شدت که ذوب میکنه، گاهی میفرماید هاویه. 6-7 تا اسم تو جهنم برای قرآن، جهنم تو قرآن آمده، جهنم، حطیم، سقر. عرض میکنم که هاویه، چرا اینقدر تنوع اسم؟ چرا تو قرآن اینقدر نسبت به عذاب جهنم خدا ریز شده؟ میفرماید طعام جهنمی یا قسلینه، قسلین یعنی خونابه هایی که از عذاب اینها میاد. گاهی میفرماید زقومه، زقوم یعنی غذای تلخ و بدبو. چرا میفرماید ثیابشون از آتش، لباسشون از... خب آقا یه دور آدم اینا رو بخونه خیلی تأثیر داره روی انسان. شما این کتاب پیام قرآن جلد ششمشو ببینید، تفسیر موضوعی است، تمام اسامی جهنم، انواع عذابهای جهنم و تو اون کتاب طبق آیات قرآن جمع‌آوری کرده. قرآن کریم غذای جهنمی ها رو نام میبره، گاهی میفرماید زقوم، گاهی میفرماید قسلین، گاهی تعبیرهای دیگه دارد، لباسشون رو نام میبره، نوشیدنیشون رو نام میبره. این آتشی که میفرماید تطلع علل افعده، درون انسانها رو منفجر میکنه، درون انسانها رو متلاشی میکنه. خدا خدای رحمته، خدا خدای مهربانی است، خدای غفوره. اما واقعا حالا من انشالله هفته دیگه جلسه بعد خواهم گفت این عذابا شامل چه کسانی میشه و
و چه کسانی این عذابهای شدید رو واقعا بعضی حقشونه، اونی که مال مردم میخوره، اونی که زبانش مردم رو آزار میده. ویلون لکل همزت لمزه الذی جمع مالا و عدده، اونی که عیب جویی میکنه، پول رو هم میذاره و حلال و حرام میکنه. یحسب ان ماله اخلده، فکر میکنه این مال براش تو قیامت و تا آینده میمانه. بعد قرآن میفرماید کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. اون سخنچین و عیبجو و اونی که به لقمه حلال و حرام اهمیت نمیده، این حطمه شاملش میشه. حطمه آتشی است که درون رو میسوزانه. چرا تو قرآن اینقدر راجع به عذاب تأکید میشه؟ اسامی جهنم میاد، غذای جهنمیا، لباس جهنمیا. قرآن کریم مرتب بر این نکات، برای اینکه یه خورده مردم توجه کنن. عزیزان من، هر قانون گذاری اگه ضمانت اجرایی نداشته باشه، قانونشو کسی رعایت نمیکنه. فردا صبح اعلام کنن جریمه ها رو برمیداریم، هیچ کس هر جوری حرکت کنه تو خیابون جریمه، اتوبان آزاد، هر کی هر چند کیلومتر میخواد بره، تمام چراغ قرمز رو برمیداریم. ببین چه خواهد شد، یه 10 دقیقه برق سر یه چراغ قرمز میره، هیچ که به هم رحم نمیکنه، ترافیک سنگین میشه. پلیس 10 دقیقه جایی نباشه یه جایی، ببین چه اتفاقاتی میفته. کافیه اعلام بشه آقا 3 روز این اتوبان آزاد، هر کی هر کار میخواد بکنه، ببین چه اتفاقات تصادفاتی. قانون ضمانت اجرایی میخواد. ضمانت اجرایی قانون همین وعده های عذابی است که در قرآن داده شده. مگه میشود افرادی انسان ها رو به قتل برسانن، جنایت بکنن، دو به هم زنی بکنن، مال مردم بخورن؟ این دنیا که ظرفیت عذاب نداره. شما مثلا صدام خواستن عذابش کنن، چه کارش کردن؟ نهایت اعدامش کرد. آدمی که 5000 آدم رو فقط تو حلبچه اونگونه سوزاند، اونگونه از بین برد، این همه جنایت کرد، این عالم ظرف عذاب درش به صورت کامل نیست. ولذا میبینید شما قرآن کریم در رابطه با جهنم تعبیرهای مختلفی رو به کار میبرد: جهیم، سعیر، حطمه، هاویه، و هی تأکید بر نوع عذابها میکند. پوستها جدید رویده میشود، افراد در اونجا هی نو میشوند و عذاب میشوند. البته در روایات داریم مؤمن گوینده لا اله الا الله و معتقد به رسالت حضرت محمد صلی الله علیه کسی که ایمان و اعتقاد داره خلود در جهنم ندارد، خلود نداره، ماندگاری ندارد. ولی خیلی از موارد شما تو قرآن ببینید، من یه آیهش فقط خدمتتون بخوانم و امشب دیگه بحثو جمع کنم. دلیل جهنمی شدن مردم چیه؟ دلایل زیادی دارد، من انشاءالله هفته های بعد به این بحث مفصل میپردازم، ولی امشب یک آیه بخوانم. قرآن کریم میفرماید جهنمی ها میگن لو کنا نسمع او نعقل، اگه گوش میکردیم و فکر میکردیم، ما کنا فی اصحاب سعیر، جهنم نمیرفتیم. علت جهنمی شدنش نه خودشون این میگن لو کنا نسمع او نعقل، اگر گوش میکردیم و میاندیشیدیم. عزیزان من، تفکر، اندیشه. سلمان رد میشد تو بازار، دید یه جوانی بیهوش روی زمین افتاده، قش کرده، افراد دورش جمع شدن، یکی میگه مریضه، یکی میگه سرع داره. سلمان مردم رو کنار زد، اومد بالا سر جوان، جوان رو به هوش آورد، گفت جوان بیماری داری؟ چی شده از هوش رفتی؟ گفت نه، از کنار کوره آهنگری رد میشدم، نگام افتاد به این میخهای بلند آتش که آهنگر از تو کوره آورده بود بیرون، از بس حرارت دیده بود ذوب شده بود. دیدید آهن ذوب که میشه میچکه،
چکه میکنه قرارت ها، و این آتشی که از آهن ذوب شده میاد به بدن بخوره استخوان رو میسوزان. دیدم این آهن داره چکه میکنه، یاد این آیه افتادم، لهم مقامع من حدید، در قیامت در انتظار گناهکاران میخهای آتشین است. یه مرتبه از هوش رفت، ببین با نگاه به یک کوره آهنگری یاد قیامت افتاده.